در این قسمت در این بخش یک بار دیگر پروفسور هوشنگ امیر احمدی استاد برجسته روابط بین الملل در دانشگاه راتگرز نیوجرسی منو همراهی میکنن و با همدیگه ادامه میدیم بحثمون رو درباره آموزش و پرورش و دموکراسی. پروفسور امیر احمدی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب پروفسور کنگلوی عزیز، خیلی متشکرم از این دعوت، در خدمتتون هستم. برای ما در گفتگوهای پیش با هم دیگه درباره جنبه‌های مختلف دموکراسی صحبت کردیم، درباره جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش صحبت کردیم و درباره مقطع مشترک یا همپوشانی این دو تا با هم دیگه صحبت کردیم که چه رابطه‌ای بین آموزش و پرورش، چه نقشی آموزش و پرورش بازی می‌کنه در آوردن دموکراسی و در تحکیم دموکراسی و چه نقشی دموکراسی بازی میکنه در مرغوب کردن آموزش و پرورش و این رابطه تنگاتنگ و زنجیره‌ای که بین آموزش و پرورش و دموکراسی وجود داره به یه مقدار بسیار سطحی و کمی دربارش صحبت کردیم. امروز میخوام یه خورده عمیق‌تر دربارش صحبت بکنیم و ابتدا میخوام ببینیم که مثلا به طور کلی آموزش و پرورش در کشورهای دموکراتیک چه تفاوتی داره با کشورهای غیر دموکراتیک و آیا این تفاوت دلیلش دموکراسیه؟ خیلی متشکرم. عرض کنم حضورتون سوال خیلی مهمیه. خب دموکراسی یه مفهوم مشخص و به اصطلاح محدودی داره به نسبت آموزش و پرورش. آموزش یک خب مفهوم وسیع‌تریه، یک وظیفه وسیع تری داره. دموکراسی در واقع به معنای یک نوع حکومت مردم بر مردمه و در واقع تحقیقتش هم انتخابات آزاده و البته اینو بهش میگن ایل لیبرال دموکراسی، دموکراسی غیر لیبرالی، در حالی که دموکراسی اصلی خیلی وسیع تر از بحث انتخابات قرار بود بره و حقوق شهروندی رو خیلی وسیع قرار بود به اصطلاح شامل بشه. در کشورهای غربی خب دموکراسی از اون بحث لیبرالیسم شروع شد، بحث به اصطلاح آزادی خواهی به معنای وسیع تری که بخشی از اون انتخابات بود، ولی متاسفانه هرچه بیشتر این مفهوم به اصطلاح محدود شده به انتخابات در این کشورها، حالا انتخابات آزاد یا نیمه آزاد، به هر حال انتخابات که هرچی بیشتر متاسفانه اون هم محدود شده و تقریبا عملا پولی شده و رقابت‌های سنگین به اصطلاح بازاریابی و نمیدونم روابط عمومی و از اینها رو شامل میشه. آموزش یک عرض کردم یه مفهومیه که یک بخشش هدفش اینه که شهروند یک کشور رو به حقوق خودش آشنا کنه که یکی از اون حقوق همین به اصطلاح انتخابات آزاد یا جریان دموکراتیک در یک جامعه در سطح وسیع‌تری. و اما آموزش وظایف دیگه‌ای هم داره. آموزش در توسعه عمومی یک کشور نقش اساسی بازی می‌کنه، در ایجاد نیروهایی که می‌تونن در تولید یک کشور به اصطلاح خیلی پربار باشن، بهره‌ور باشن و در سطح سیاسی دانش وسیع پیدا کنند، در سطح اقتصاد، در سطح فرهنگ و مسائل دیگه. در واقع آموزش هدفش ایجاد یک انسان به اصطلاح کامله، انسانی که به حقوقش آشناست و قابلیت‌هایی رو کسب می‌کنه که اون قابلیت‌ها اون انسان رو آزاد می‌کنه از خیلی از قیودی رو که
یک انسان غیر آموزش دیده یا بی سواد به اصطلاح در بر میگیره یا محدود میکنه. بنابراین به نظر من باید گفت که این دو با هم حتما یک رابطه دارن، ولی اعتقاد من بر اینه که حتما آموزش اساس پایه است، اصله، به دموکراسی یکی از به اصطلاح نتایج یا پیامدها و یا به اصطلاح اون یادگیری هایی رو که آموزش ایجاد میکنه هست. و خب من تاریخا هم همین بوده، یعنی شما به تاریخ که نگاه کنی میبینی که به هر حال آموزش جلوی دموکراسی بوده. یه جایی بود مثلا در غرب به تاریخی بود که شما فیلسوف داشتی، دانشمند داشتی، علم داشتید، ولی هنوز دموکراسی نبود، دیکتاتورها حاکم بودند. یعنی در دیکتاتورها هم دموکراسی آموزش دارن، خب داشتن دیگه همشون. و اما اون آموزشی رو که به دموکراسی منتهی میشه حتما اون آموزشی نیست که یک دیکتاتور به شهروندش میده. ممکنه اون دیکتاتور بتونه به شهروندش کلی آموزش‌های دیگه بده، مثلا در علم، در مسئله ریاضی، فیزیک، شیمی، پزشکی یا هر جای دیگری. ولی معمولا دیکتاتور خیلی دوست نداره به شهروندش آموزشی رو بده که اون آموزش به حقوق شهروندی این طرف برگرده و اون باعث بشه که اون حقوق مطالبه بشه. به همین دلیلم در آموزش وقتی ما بحث آموزش لیبرال ایژوکیشن، حالا نمیدونم دقیقا کلمه لیبرال رو باید چجوری تعریف کنیم، یعنی حالا ما میتونیم بگیم آموزش آزاد، بله، آموزش پرورش باز و آزاد، بله، باز و آزاد. ببین لیبرال ایژوکیشن در واقع آموزشیه که تکیهش روی همین بحث مثلا مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بس انسانی، از فلسفه و مذهب و فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست و بقیه، روی اینا کار میکنه و میخواد جامعه رو، انسانهایی رو در این جامعه ایجاد کنه که به حقوق وسیع‌تری به اصطلاح آشنا بشن و نه فقط خیلی مکانیکی مهندس بشن، دکتر بشن، نمیدونم فوق لیسانس و لیسانس بشن و بعدم چیزی در مورد به اصطلاح یه جامعه وسیع‌تر ندونن، به یک انسان کامل نباشن. اینه که من فکر میکنم یک مقدار بین یعنی اینجوری بگم که آموزش اساس دموکراسیه، ولی در همین حالم یک جامعه دموکراتیک چون یه جامعه بازیه، یه جامعه که به هر حال نماینده های مردم در رأسن و اینا، حتما آموزش و پرورش پربارتری، فعالتری، انسانی تری رو به اصطلاح به وجود میاره و رشد میده و ترویج میکنه. و همین دلیلم در غرب حتما نقشی که آموزش پرورش داشته با کشورهای جهان سوم خیلی متفاوت بوده و میبینیم متفاوت اینا نه فقط در علم رفتن جلو مخصوصا در اوائلشون، بلکه در همین آموزش لیبرال و حقوق شهروندی رفتن جلو. اصل روشنگری بهترین مثال این جریانه که در واقع به یک شکلی خود نتیجه و یا اون پیامد آموزش قبل از اون بود. یکی از نکاتی که شما به درستی گفتید این هست که آموزش و پرورش قابلیت توانمندسازی داره. یعنی مثلا در جوامعی که آموزش و پرورش به رایگان یا آموزش و پرورش مرغوب به سادگی فراهم نیست، انسان‌ها از یک سقف رشد توانایی برخوردارن، یعنی تا یه حدی میتونن رشد بکنن، ولی در بیشتر زمینه ها، شاید هم در تمام زمینه ها،
هرگز تمام اون پتانسیل های انسانیشون به مهارت تبدیل نمیشه و اون جوامع به طور کلی بر اثر ناتوانمندسازی افراد و فرد فرد اون جوامع به طور کلی میشه گفت جوامع کمتر توسعه یافته ای هستن. ولی در جوامعی که به آموزش و پرورش بها دادن و مرغوبیت آموزش و پرورش رو ارتقا دادن و آموزش و پرورش رو در حد وسیعی برای همه فراهم کردن، اون جوامع از توانمندی به طور کلی به عنوان جامعه، توانمندی فرد فرد انسان ها تبدیل به توانمندی جامعه میشه و جوامعشون پربارترن، ثروت های بیشتری میتونن تولید بکنن، انسان های خوشحال تری دارن، محیط زیست تمیز تری دارن و به طور کلی در تمام جنبه های زندگی خودشون رو متمایز میکنن از جوامعی که به وسیله آموزش و پرورش یا هر وسیله دیگه ارتقاء افراد اون جوامع رو در صدر کار خودشون قرار نمیدن. حتی در جوامعی که آموزش و پرورش مرغوب وجود داره برای همگان، اون کسانی که به این مسئله اهمیت نمیدن و از آموزش و پرورش رایگان یا آموزش و پرورش خوب استفاده نمیکنن، در همون جوامع هم اونا از قابلیت‌های کمتری برخوردارن، از قدرت کمتری برخوردارن و در نهایت هم اون گروه از آدما حتی از نظر سیاسی، از نظر فلسفی، از نظر مواد غذایی که استفاده میکنن، از نظر تولید مثلا گاز کربن و انواع و اقسام انواعی که میتونه به جامعه صدمه بزنه، میتونه جنبه های مخربی داشته باشه، چه در حیطه فردی چه در حیطه اجتماعی، کاملا میشه متمایز کرد انسان های تحصیل کرده از انسان های آموزش ندیده. و این مسئله اینی که آموزش و پرورش قابلیت توانمندسازی داره، یک حالتی ایجاد میکنه در انسان که بعضی از آدما که مثلا رشته شون ممکنه علوم سیاسی باشه، رشته علوم انسانی باشه، روابط بین الملل باشه، فلسفه باشه، اقتصاد باشه، اینها طبیعتاً ممکنه به خودشون فکر کنن موقعی که تا یک اندازه ای از سطح تخصص به دست آوردن، مثلا کسانی که علوم سیاسی میخونن، کسانی که روابط بین الملل میخونن، در نهایت باید در خودشون ببینن که من الان قابلیتی رو دارم که در وزارت خارجه دارای شغل باشم، قابلیتی رو دارم نخست وزیر باشم، قابلیتی دارم که عضو هیئت حاکمه باشم، قابلیتی رو دارم که به طور کلی در مدیریت این جامعه، در مدیریت سیاسی این جامعه، مدیریت اقتصادی این جامعه شرکت کنم. بنابراین این قابلیت توانمندسازی سقفی براش وجود نداره اگر انسان حاضر باشه قیمتش بپردازه. ولی در جامعه دموکراتیک این امکان برای کسانی که در خودشون این توان رو میبینن که عضو هیئت حاکمه بشن، وارد مثلا مجلس مقننه بشن، وارد حکومت بشن، وارد بخش اجرایی بشن، این امکان براشون فراهمه. ولی در کشورهای عقب افتاده یه سقفی وجود داره برای آموزش و پرورش. انسان‌ها تا یه حدی میتونن، بهترین دانشمندان علوم سیاسیشون، بهترین حقوقدانانشون، بهترین کسانی که حاضر باشن وارد روابط بین الملل و خدمات عمومی بشن، براشون امکان ورود به این حلقه قدرت وجود نداره و این تمایز بین کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیر دموکراتیک وجود داره که اون خصلت ذاتی آموزش و پرورش که توانمندسازی هست رو کشورهای دموکراتیک تا بی نهایت برای شهرونداش رو فراهم میکنن، ولی در کشورهای غیر دموکراتیک این امکان فراهم نمیشه. خود این فراهم نشدن این امکان باعث یک نارضایتی عظیمی میشه در کشورهای غیر دموکراتیک. این دو جنبه رو در کشورهای غیر دموکراتیک و غیر دموکراتیک به چه ترتیب میشه با هم دیگه مقایسه کرد و این نیروی عظیمی که ناشی از سرخوردگی این سقف شیشه‌ای برای ورود، برای ادامه راه توانمندسازی کسانی که وارد حیطه آموزش و پرورش شدن در کشورهای غیر دموکراتیک، این سرخوردگی اجتماعی، این فشار اجتماعی در نهایت یعنی به انفجار تبدیل میشه، همونطوری که در گذشته دیدیم. اینو به چه شکلی میشه این تمایز رو اولا پررنگش کرد، واضحش کرد دلالشو، و دوم اینی که از اون انفجارهای مخربی که به انقلاب تبدیل میشه برای رسیدن به دموکراسی خودداری بشه، یعنی آموزش رو در کشورهای غیر دموکراتیک به شکلی بشه کانالیزش کرد که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی انجام بشه. بله، خیلی بحث خیلی خوبی کردید. ببینید تمایز رو میشه در
چندین سطح مطرح کرد. خب اولا در سطح فرم حکومت، خب در یه جامعه که دموکراتیک نیست، معناش اینه که اون دیکتاتورا طبقه حاکمه علاقمندیش به اینه که مغزا رو ببنده و ناتوانی ایجاد کنه تا توانایی، فقط از این نیروها به عنوان وسیله، از انسان به عنوان یه ابزار برای پیشبرد اهداف اون دیکتاتور یا اون آدمای دوز و دغلی که حاکمن استفاده میشه. کارگر، مهندس، فرق نمیکنه، پزشک، همه در خدمت دیکتاتور و در خدمت اون طبقه فاسد یا به اصطلاح نخبه سیاسی حاکم قرار میگیره. این خب این در جامعه دموکراتیک اتفاق نمیفته. ولی در جامعه دموکراتیک به اصطلاح سیاست، قدرت هی مرتب در گردشه و نیروهای نخبه سیاسی در گردشن و علاقه کمتری دارن که بخواد انسانی رو تربیت کنن که در ابزارش بشه، برای که این ابزار بعد دست مثلا رقیبش هم میفته. بنابراین اینا سعی میکنن که جای اینکه ابزار درست کنن از انسان، ازش یک انسان بهتری درست کنن. این نکته اول. نکته دوم، بحث برمیگرده به نحوه دید از آموزش و پرورش. ببین در کشورهای جهان سوم آموزش یعنی مدرسه، یعنی مدرسه ای، یعنی با آموزش فقط به یعنی آموزش رو در مدرسه میبینن، در چارچوب مدرسه میبینن. مدرسه حالا ممکنه ابتدایی باشه، متوسط باشه یا دانشگاه باشه، فرقی نمیکنه. اسکولینگ به اصطلاح، یعنی آموزش به اسکولینگ چیز میشه، کاهش داده میشه. و در این مدارس حالا در هر سطحی هست اون انسانهایی تربیت میشه که باید در خدمت اون جامعه عقب مونده با اون دیکتاتور عقب مونده و غیره قرار بگیره. در حالی که در کشورهای دموکراتیک اسکولینگ فقط یک بخش از آموزشه یا روش آموزشه، یعنی شما بخش عظیمی از آموزش خارج از مدرسه اتفاق میفته، در خیابونا، در موقع انتخابات، در بارا و کافه ها و جاهای مختلف که مردم در احزاب، در انجمنهای مدنی و غیره و غیره. یعنی یه جامعه وسیعتری برای آموزش شکل میگیره که ورای مدرسه است. بنابراین در جامعه دموکراتیک فقط مدرسه نیست که مرکز آموزش، خود جامعه وسیعتر هم به اصطلاح مرکز و مبنای اون آموزش هست. نکته بعدی روش این آموزشه. در کشورهای جهان سوم آموزش یک طرف است، یعنی یه عده نشستن، یه عده دارن به اینا به قول خودمون لکچر میدن، براشون سخنرانی میکنن، هیچ رابطه به اصطلاح دو طرفه ای اینتراکتیوی وجود نداره. یعنی بنده امیر احمدی در دوره مدرسه که تو ایران بودم، از دبستان تا دانشگاه، فقط باید میشستم گوش به استاد میدادم یا به معلم میدادم و بعدم یه سری هومورکی رو که یا اون وظایفی رو که به من محبت میشد رو انجام بدم. به من اجازه سوال کردن در 99% موارد داده نمیشد، و اگر هم گاهی سوال میکردم و استاد یا معلم خوشش نمیومد، منو بیرون میکرد از کلاس به عنوان کسی که داره فضولی میکنه. آخه اصلا تو چجوری جرأت میکنی اصلا سوال بکنی؟ اصلا سوال، اصلا چرا در آموزش غیر دموکراتیک، در آموزش جهان سومی دیکتاتوری، اصلا چرا معنی نداره؟ چرا ممنوعه؟ چرا ممنوعه؟ یکی از گرفتاری های جوامع اسلامی هم به جوامع عقب مونده مثل اونا هم همینه که اصلا چرا اصلا برداشته شد از صحنه تا به اصطلاح آموزش. شما چرا؟ برای اینکه همین جوره. یعنی که چرا؟ آیا خدا هست؟ آیا تو سوال میکنی اصلا؟ معنی نداره. یعنی چیزایی رو هست که اصلا نمیتونی سوال بکنی، حتی ابتدایی ترین سوال ها رو نمیتونی بکنی. بشه به اصطلاح اونم خب یک بحثه، یعنی مغزها رو میبندن
مغزای چرات، ما چراتش ایجاد نمی‌کنیم، در حالی که در کشورهای دموکراتیک چرا مهمترین اصل آموزشه، در واقع همون کریتیکال تینکینگ، یعنی به اصطلاح فکر کردن نقادانه، یعنی اصلا بدون اون آموزش ایجاد نمیشه، یعنی این باید اینتراکتیو و دو جانبه باشه و به اصطلاح رفت و برگشتی باشه. ما تو دانشکده ما مثلا تو همین درس که میدم تشویق میکنم دانشجو رو که سوال بکنه، در یک کلاسی اگه سوال نمیکنن من ایراد میکنم به اینا، میگم این چجور داد، این چجور مد چیزی دا کلاسیه، شما همتون ساکتید، مگه برای چی؟ هرچی من گفتم درسته؟ یعنی چی؟ مگه میشه من هرچی گفته باشم درست باشه و هرچی رو گفته باشم شما قبول کرده باشید؟ سوال کنید. ببین ما تشویق هم میکنیم در جوامع دموکراتیک، تشویق میکنن که چرا رو مطرح بکنن و بگن که این کار رو باید کرد. و بالاخره ما تو جوامع غیر دموکراتیک ما واقعا عرض کردم آموزش و پرورش در اختیار یه عده آدم بی سواد قرار میگیره. ما یک اصل در دموکراسی هست، میگن the educator must be educated first، یعنی معلم رو باید educate کرد تا اون آموزش، تا اون معلم بتونه محصل آموزش بده. ما در کشورهای جهان سوم، در حتی تو دانشگاه‌های ما، سطح سواد معلمین ما بسیار بسیار پایینه. من استاد داشتم در ایران که جزوه 35 سال 40 سال پیش دست نوشته چا میمد از رو میخوند، 40 سال پیششو. شما فکر نکنید این چیز به اصطلاح خیلی عجیب و غریبه، همچین چیزی نیست. اصلا دانش استاد ما بود، معلم ما تحقیق نمی کنه، اصلا معنی نداره تحقیق. یعنی باید برای چجوری میتونی تو آموزش پیدا کنی؟ باید آموزش وقتی پیدا میکنی که داری تحقیق میکنی، جستجو میکنی، مینویسی، صحبت میکنی، به اصطلاح اینتراکت میکنی، میدونید رفت و برگشت. در کشورهای جهان مدرن توسعه، یعنی در واقع آموزش یکی از اساسش همین توسعه است، تحقیق و توسعه. یعنی خود ادویکیشن تا بخوای مرتب دارن در مورد همین آموزش تحقیق میکنن، تئوری های جدید مطرح میشه، حرف های جدید مطرح میشه، استادها تعلیم میبینن درون خود با خودشون درون، مثلا باید مرتب بنویسن وگرنه کسی نمیتونه تنیور بگیره و و و و. یعنی میخوام بگم که یک چیز خیلی مهمتری در آموزش هست که در کشورهای جهان سوم نیست، و اون فقط یعنی در جهان سوم خلاصه حرف اینه که واقعا آموزش یعنی مدرسه، در حالی که دنیای مدرن شما به یک دنیای جلوی آموزش هست، هم برای دانشجو هم برای معلم. و این خب معناش بینم برای اینه که در جامعه دموکراتیک شما میتونی اصلا برای مدرسه بری، مثلا در یعنی در حقیقت دموکراسی نمیتونی بری اصلا. یعنی در حقیقت دموکراسی تنها یک شیوه حکومت داری و یک نظام سیاسی نیست، بلکه یک فرهنگ و شیوه زیستنه که در همه ابعاد زندگی مخصوصا آموزش و پرورش هم وجود خودش رو کاملا برجسته میکنه، و کشورهای دموکراتیک آموزش این وجود دموکراسی، وجود فرهنگ دموکراسی در درون کشور، همینطوری که شما گفتین که به مسئله پرسش پرسیدن و تحقیق کردن و مورد پرسش قرار دادن، حتی دانشجویان استادان خودشون رو مورد پرسش قرار بدن و این فرهنگ تحقیق کردن، چطور در یک کشور غیر دموکراتیک مثلا فرض کنیم که یک استاد میتونن بهش بگن که شما در این زمینه‌های به خصوص حق تحقیق ندارید. مثلا شما، من یادم آقای احمدی نژاد در زمان رئیس جمهوریش هی اصرار میکرد که میگفت چرا دنیا اجازه نداره در مورد هولوکاست مثلا پژوهش بکنه. البته ایشون نمیدونست که به اندازه کافی پژوهش شده و به اندازه کافی شاهد هولوکاست وجود داره، ولی میگفت که به یه شکل خاصی خودش معتقد شده بود که
اگه به اون اجازه پر... اولا کسی جلوش نگرفته بود داره که پژوهش بکنه در مورد هولوکاست. منظورش این بود که چرا پژوهشی نشده که بگه وجود نداره. بله. پژوهش جهت‌دار. از قبل نتیجه رو باید مشخص می‌کردن، بعد می‌رفتن برایش اطلاعات جمع می‌کردن. بله، وقت این آقا خودش نمی‌گفت، از خودش نمی‌پرسید که چرا در این کشور حکم ریاست جمهوری من رو باید یه آدم غیر منتخب تنفیذ بکنه. چرا باید به تایید او برسه؟ یا هزاران چرای دیگه. منظورم اینه که در این مسئله پروژه کردن و کاوش کردن و کاوش بی سویه کردن، نه کاوش جهت دار، کاوش بی سویه کردن جزو لاینفک فرهنگ آموزش و پرورشه و آموزش و پرورش هایی که این جنبه از آموزش و پرورش رو سرکوب کنن، یعنی به خاطر اینکه اولا تعلق خاطر به دموکراسی ندارن یا به خاطر یه عده رهبر خودکامه ای که به طور کلی به صلاح خودش نمیدونه که مثلا چرایی قدرت سیاسی قبضه کردن رو بخواد یه عده مورد پرسش قرار بدن. بنابراین پرسش کردن رو نه در یک مورد، در موارد دیگه هم ممکنه که محکومش بکنن و محدودش بکنن. من یادم موقعی که آقای یک رئیس کل بانک مرکزی ایران، آقای محمود خاوری، 3 میلیارد دلار رو برداشته بود و دزدیده بود و رفته بود به کانادا، بعد یک هیئتی در درون مجلس می‌خواستن اینا رو با هم دیگه بحث می‌کردن که در موردش تحقیق بکنن و بعد رهبر جمهوری اسلامی گفت اینقدر کشش ندین، اینقدر کشش ندین، به زبانی به منظوری بود که تحقیق و کاوش رو در این مورد ممنوع کرد، که در این مورد ممنوع کرد که مبادا اون جنبه فساد نهادینه شده در درون این حکومت آشکار بشه. و نمونه های بسیار زیادی وجود داره که کاوش رو، مثلا اینوستیگیتیو جورنالیزم، یعنی واقعا روزنامه نگاری تحقیق کننده، در کشور ما نه تنها اجازه داده نمیشه، بلکه اون روزنامه نگارهایی که به خودشون این شهامت میدن که مثلا دنبال یه موضوع رو بگیرن و ببینن که چرا فلان کس به فلان منصب انتصاب شده، به فلان مقام منتصب شده، یا چرا فلان فساد انجام شده، چرا فلان اختلاس انجام شده، اگر به خودشون اجازه بدن جاشون در زندان یا مورد شکنجه قرار میگن یا مجبورشون. یه تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی دقیقاً به خاطر همین اینوستیگیتیو جورنالیزم کشور رو ترک کردن. روزنامه نگارای دیگه هم که در مسائل سیاسی نوشتن، در مسائل فلسفی نوشتن، به طور کلی تحقیق در کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی در همه جا، در روزنامه ها، در کتاب، در خیابان ها، کسی حق نداره بپرسه که چرا باید نوع لباس من رو یه عده آیت اللهی که متعلق به قرون وسطا هستن تعیین بکنن، دوچرخه سواری رو چرا، به چه دلیلی اینا مثلا دوچرخه سواری رو ممنوع کردن. به طور کلی میتونم بگم که این مخالفت اینا با تحقیق و کاوش نه تنها در جنبه های سیاسی، بلکه حتی در جنبه های فلسفی، اقتصادی و همه جنبه های زندگی، واقعا نیاز انسان ها به اطلاع رو که وظیفه اصلی آموزش و پرورش هست رو سرکوب میکنه. و به همین وسیله این کشورها به وسیله این جنبه سرکوب و ماهیت استبدادی خودشون رو عقب افتاده نگه میدارن. یعنی مثلا جمهوری اسلامی یا کره شمالی خیلی تمایل دارن آمریکا رو به چالش بکشن، ولی خودشون میدونن نه از نظر نظامی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فلسفی حتی میتونن امریکا یا غرب رو به چالش بکشن. شما به نظر شما این که این حتی تمایلات استبدادی در درون آدمایی مثل کیم سونگ ایل یا علی خامنه ای نباید به اینا این جنبه رهایی بخشی و توانمندسازی آموزش و پرورش رو نشون داده باشه که اینا حداقل اگر تمایل به جهانی شدن و بزرگ شدن و ابرقدرت شدن هم داشته باشن، باید در نهایت در مقابل قدرت توانمندسازی آموزش پرورش کرنش بکنن؟ چرا این کار رو نمی کنن و چرا خودش جامعه رو همراه با خودشون ناتوان نگه می دارن؟ بعد خیلی سوال خوبیه. ببینید دو تا نکته، یکی اینکه از اما اولش، حالا قبل از که به این سوال جواب بدم، اما اولش گفتی که دموکراسی خیلی وسیع تر از اینه که چجوری باید حکومت کرد. کاملا درسته. اگه من هم اول همین صحبت عرض کردم دو نوع دموکراسی داریم، ای لیبرال دموکراسی و لیبرال دموکراسی. گفتم متاسفانه ای لیبرال، غیر لیبرال دموکراسی، غیر لیبرال و دموکراسی لیبرال.
دموکراسی غیر آزاد، دموکراسی آزاد در دموکراسی غیر لیبرال، دموکراسی به انتخابات و به نحوه حکومت تقلیل داده شده، در حالی که در دموکراسی اصلی که بعد از عصر روشنگری یواش یواش شکل گرفت و در اوایل قرن 19 و در قرن 20 خیلی رشد کرد، اون دموکراسی لیبرال بود که جنبه‌های دیگر زندگی بشر رو هم در واقع تعریف می‌کرد و براش به اصطلاح چاره‌جویی می‌کرد، راه حل ایجاد می‌کرد، روش ایجاد می‌کرد از این حرفا. این نکته اول. بنابراین ما متاسفانه در کشورهای جهان سوم، حتی در این کشورهایی که بخش یک نوعی از دموکراسی وجود داره، نوع دموکراسیشون ایلیبراله، یعنی مثلا انتخابات رو انجام میدن ولی طرف 95% رأی ما رو برای خودش رأی میاره، یعنی بازی دموکراسی رو میکنه ولی عملا میدونید ایلیبرال انجام میده، غیر آزاد و غیر دموکراتیک انجام میده. این نکته اول. و من خب ما وقتی که از دموکراسی صحبت میکنیم، از لیبرال دموکراسی، دموکراسی آزاد صحبت میکنیم، اون دموکراسیه که باید آموزش و پرورش رشد بده و ترویج بکنه و اون به اصطلاح نوع آموزش پرورشی که نه فقط لیبرال دموکراسی که یک انسان قادر و آزاد ایجاد میکنه. و اما در مورد سوال شما، متاسفانه در جوامعی رو که بستن دیکتاتوریان، استبدادن یا غیر دموکراتیکن، خب اون نیروهایی رو که چه در رهبریان یا در کنار رهبریان دارن حکومت میکنن، اینا سعیشون برای اینه که مغزها رو ببندن، یعنی اونا به ضررشونه که مغز باز باشه که مثلا شهروندش بدونه حقوق شهروندیش چیه و تا کجا میتونه سوال بکنه یا نبی. اونا جوامع رو، خیلی مهمه این نکته، این نو کشورها و این نو حاکمین جوامع خودشون رو به سوی اعتقاد میبرند، نه سوال به چرا. یعنی جامعه اعتقادی میشه، به این اعتقاد ربطی هم به مذهب نداره، اعتقاد در همه زمینه میشه، اعتقاد به خود رهبر، اعتقاد به اون آموزشی که رهبر میده، اعتقاد به نوع سیاستی رو که رهبر در مقابل امریکا مثلا پیش میگیره، یا در مورد اعتقاد به نحوه مدیریت اقتصاد. یعنی همه چیز اعتقادی میشه، در هیچ جا سوال چرا سیاست اینه، چرا رابطه ایران امریکا باید اینجوری باشه، چرا باید یک نفر 35 سال حاکم باشه، اینا دیگه یواش یواش از روی صحنه، از روی صفحه برداشته میشه، از روی میز برداشته میشه برای مردم. و اصولا این جوامع هرچی بیشتر سوق داده میشن، هم از طریق مدارس و هم از طریق تمام این صحبت هایی که خارج مدارس اتفاق میفته، اینا رو سوق میدن به سوی اعتقاد، هرچی بیشتر معتقد بشن. جوامع عقب مونده جوامع اعتقادن، جوامع اعتقادیان. یکی از ویژگی های این جوامع اینه، به تفاوت اصلیشون با جوامع توسعه یافته و مدرن هم دقیقاً در همینه که در جوامع عقب مونده اعتقاد عمده است، در حالی که در جوامع مدرن و پیشرفته سوال مهم است، چرا مهمه، یعنی چی، یعنی علم مهمه، یعنی شما اعتقاد در مقابل علم میذاری. علم پدیده ایه که با چرا شروع میشه، با تجربه شروع میشه و بعد به نتیجه میرسه، در حالی که در اعتقاد شما با تجربه شروع نمی کنی، شما با متافیزیک شروع میکنی، شما با یه بحثی شروع میکنی، بیشتر اینداکتیو نیست، دیداکتیوه. به قول امریکا نمیدونم دیداکتیو و اینداکتیو معنیش چیه به انگلیس، به فارسی، یعنی میخوام بگم ما مشکل اونجوری داریم. اینه که به نظر من مهمترین فرق رو باید در همین بحث اعتقادی در مقابل علمی گذاشت و گفت که جوامع عقب مونده اعتقادی هن، جوامع پیشرفته علمی. شما آقای کنگلو ساکتید. بله، اون چیزی که در جوامع
عقب افتاده، من واقعا در حقیقت به دنبال در جستجوی پیدا کردن اون عنصر طلایی در آب. بذار اینجوری بگم، ما در قسمت در بخش انگلیسی آموزش دموکراسی درباره کشورهای مثل چین و کره صحبت کردیم که هر دوشون از دو منظر متفاوت اینا به توسعه دست پیدا کردن، حداقل توسعه اقتصادی و تکنولوژیک دست پیدا کردن، و هر دوشون هم از طریق استفاده از آموزش پرورش این کار کردن. آموزش پرورش در چین و در کره واقعا در سطح بسیار بالایی تونست که زمینه هر دو جامعه رو برای گذار به پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی فراهم بکنه. در کره این امر به گذار، نه تنها به گذار اقتصادی، به تحول اقتصادی منجر شد، به تحول سیاسی هم منجر شد. ولی در چین جلوی این رابطه موازی تحول اقتصادی و گذار به دموکراسی رو گرفتن، ولی این باعث نشد که چین به رشد اقتصادی خودش ادامه بده. ما داریم در اینجا درباره اون عنصر طلایی دموکراسی که به طور ماهوی در آموزش و پرورش وجود داره صحبت میکنیم، که اگر کسی بخواد، حکومتی بخواد اون عنصر طلایی ماهیت دموکراتیک آموزش و پرورش رو نفی بکنه به نفع انحصار در قدرت سیاسی، اینا به رشد حداکثری، حداقل به رشد به توسعه انسانی حداکثری نخواهند رسید، و به توسعه انسانی حداکثری نرسیدن در نهایت بازتاب های اقتصادی هم خواهد داشت، در نهایت رشد اقتصادی رو متوقف میکنه و کشور به طور کلی اعتلایی شبیه اعتلای کشورهای دموکراتیک پیدا نخواهد کرد. من میخوام ببینم که آیا مثلا در نهایت آیا این شامل چین هم خواهد شد؟ آیا چین هم بالاخره رشد اقتصادیش یه سقفی خواهد داشت و به خاطر اینی که دموکراسی رو سرکوب میکنه نمیتونه این رشد اقتصادی رو به اونجای ادامه بده که جامعه گسترده و پیشرفته و اعتلایابنده با منابع انسانی، با انسانهای تراز نوین که ما در کشورهای آزاد میبینیم رو با یه روزی در چین ببینیم؟ بله، خیلی سوال خوبیه. عرض کنم حضورتون که اولا در مقایسه چین و کره، ببین کره از همه اولش بر اساس یک سیستم سرمایه‌داری، تولید سرمایه‌داری شکل گرفت. تو کره، خب در چین سوسیالیست، چین جدید رو دارم میگم از 1949 به این ور، خب چارچوب سوسیالیسم رفت جلو. چین از در شروع یک جامعه اعتقادی شکل داد، یعنی اعتقاد به سوسیالیسم، اعتقاد به حزب کمونیست، اعتقاد به رهبرای حزب، به پولیت بوریو، کمیته مرکزی و غیره و از این حرفا. به اینا هر چیزی رو که میگفتند امر بود و هر چیزی رو که میگفتند اصل بود و همه باید پیروی میکردن. چین وقتی شروع به رشد کرد که این اعتقاد رو جانشین کرد با علم، یعنی تو دهه 70 یواش یواش چینی ها متوجه شدن که نمیشه با اعتقاد به سوسیالیسم و به حزب و به رهبر و به اینا پیش رفت. اومدن اعتقاد رو یواش یواش جانشین کردن با علم، علم رو آوردن وسط و مبنای علمی به خودشون دادن. اما در این رابطه در نصفه راه موندن، برای اینکه خود حزب هنوز در کنترل بود و حزب به اینا گفت خیلی خوب، شما در چارچوبایی میتونید علمی فکر کنید، ولی در یه چارچوبایی هنوز باید بمونید، وقتش برسه. و اون وقت به نظر من یک روزی خواهد رسید. یعنی یکی از به اصطلاح به نظر من حرفای مهمی که در تاریخ زده شده اینه که بین به اصطلاح زیربنا و روبنا اگه تطابق ایجاد نشه، زیربنا روبنا رو نابود میکنه. این اتفاق بارها و بارها تو دنیا افتاده، آخریش هم تو شوروی افتاد، تو ایران افتاد، همه جا افتاد. در کره جنوبی از همه اولش دیکتاتورهای نظامی با اعتقاد شروع نکردن، با علم شروع کردن، برای اینکه امریکا اونجا اصل بود،
زیر چتر امریکا بودن، در کنترل امریکا بودن. امریکا میخواست از کره جنوبی یک کشوری بسازه که کره شمالی ها ببینن و غبطه بخورن، و بنابراین یه مدل ساخت. کره ای هم رفتن جلو، و چون یه حزب کمونیست نداشتن، نه یه دو جنرال بودن و در تحلیل نهایی هم جاشون پادگان بود، اینا نیومدن یک جریان اعتقادی و نظامیگری ایجاد کنن. میگفتن نظامیگری برای مدتی لازمه که هم امنیت ملیمون حفظ بشه و هم رشد اقتصادی بکنیم، با امریکایی هم همینه میخوان. ولی نیومدن از نظامیگری یه بحث اعتقادی بسازن. خیلی مهمه در کره جنوبی بحث نظامیگری و دیکتاتوری اون 19 سال اول اعتقادی نشد، و بعدم وقتی که قدرت رو دادن خیلی ساده بود براشون، چیز اعتقادی نبود که از دست بدن، یه چیزی نبود که اعتقاد به کس خاصی بیا آدم خاصی. و بنابراین جامعه بعدی جامعه دموکراتیک شد. و نکته سومی رو که میخوام بگم، یکی از مهمترین وظایف آموزش دموکراتیک دوام پذیر کردن جوامع هست، سستینبلیتی. متاسفانه در جوامع غیر دموکراتیک و در جوامعی که فکرا بسته است، شراب وجود نمیاد، علم ایجاد نمیشه، دیکتاتور حاکمه، در این جوامع دوام پذیری وجود به وجود نمیاد. اینا جوامع به اصطلاح خیلی به کوتاه مدت میشن، جوامعی میشن که هی رشد میکنن، بله، کلنگی میشن، هر چی میخواید بگید، یعنی جوامعی هستن که شکننده میشن. اینا جوامعی هستن که هی میرن بالا بعد هی میافتن. ببین ما در خود ایران ما با رضا شاه رفتیم بالا اومدیم پایین، با محمد رضا شاه رفتیم بالا اومدیم پایین، با خود همین جمهوری اسلامی چند سال افتاد رفتیم بالا دوباره افتادیم پایین. شما جمهوری اسلامی رو در 5-6 سال اول که نگاه کنین خیلی متفاوته، با اینکه کشور از بین رفته بود ولی یک جریانی وجود داشت. یعنی یکی از مشکلات جوامع عقب مونده، جوامع غیر دموکراتیک، اینه که درش آموزش و پرورش اجازه پیدا نمی کنه که فرهنگ دوام پذیری ایجاد کنه، که فرهنگ سستینبلیتی دوام پذیری، نه به معنای به اصطلاح احترام و توجه به محیط زیست، اون یه تعریفی از دوام پذیری و سستینبلیتی. من دارم با اون نمیگم، من اصلا دارم میگم دوام پذیری به معنای ادامه مسیر. من یه مقاله نوشتم، میتونم فکر کنم 20 سال پیش نوشتم، به نام نقش دولت و جامعه مدنی در روند توسعه. در اون مقاله من نشون میدم که وقتی جامعه مدنی توسعه‌گر و دولت توسعه‌گر بغل هم نباشن، این جوامع دوام پذیر نمیشن. یعنی دولت توسعه‌گر داری، جامعه مدنی غیر توسعه‌گر، یا برعکس، اینا به انقلاب منتهی میشن این جوامع. یعنی تضاد این دوتا یک جای تقاطع میکنه، اون تقاطع تقاطع انقلابه. حالا در جوامعی مثل کره جنوبی این تقاطع، بعد از تقاطع جوامع برگشت به یک تعادلی بین دولت و جامعه مدنی، در حالی که در جوامعی مثل ایران این اتفاق نیفتاد. دولت زد، دولت رو نابود کرد از طریق طرف توسط جامعه مدنی، بعد خود دولت جدید زد جامعه مدنی رو نابود کرد، و بنابراین دولت راهشو ادامه داد، در حالی که قرار بود مثلا دولت شاه که سرنگون شده بود پشت سر اون دموکراسی ایجاد بشه دیگه، حرف این بود. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اون جامعه مدنی که دنبال دموکراسی بود اومد به این نیروهای جدید برانداز کمک کرد، شاه رو سرنگون کرد، بعد پشت سرش همین نیرویی که کشور رو گرفته بود اومد جامعه مدنی رو داغون کرد، همون سیستم شاه رو با یک فرم دیگری، با یک فرم مذهبی ادامه داد. برای جامعه مدنی هم یه قسمتی از، یعنی یه بخش مهمی از جامعه مدنی آموزش پرورش آزاده، برای اینکه تمام فعالان جامعه مدنی
در درون دانشگاه ها، در درون روزنامه ها، در درون اندیشکده ها و نان گاورنمنت اورگانایزیشن، سازمان های غیر دولتی دارن اصلا جامعه مدنی رو، اصلا جامعه مدنی رو غیر از آموزش نمیتونی تصور کنی. بله. کنگلو، اصلا بله. جامعه مدنی اصلا یعنی آموزش. بله. شما اصلا، شما که در روستاها فرض کنیم که در کشاورزا که جامعه مدنی ندارن که. بله. جامعه مدنی وقتی ایجاد میشه که سواد هست، دانش هست، به اصطلاح توجه به حقوق شهروندی هست، به اینا، به همون دانشگاه، مدرسه، معلم، استاد، نمیدونم انجمنهای زنان، دانشجوها، کارگرها، اینا همشون اینان، اینا اساسن. اما اینا میان بالا با دیکتاتور، میان بالا. شما اینجوری حساب کن که منحنی دیکتاتور اینجوری میره بالا، منحنی جامعه مدنی اینجوری داره میاد بالا، اینجا با هم تقاطع میکنن در یه جایی، سر اون تقاطع انقلاب میشه. بحث من اینه، سر اونجا انقلاب میشه. در جوامعی که جامعه مدنی فرهنگ پیدا کرده، یعنی در واقع اون دیکتاتور اجازه داده که اینا فرهنگ پیدا کنن، توسعه فکری پیدا کنن، قابلیت پیدا کنن، در اون جوامع بعد از اون انقلاب دموکراسی ایجاد میشه، تداوم بعد ادامه پیدا میکنه. در حالی که اون جوامعی مثل جوامع ایران که مغزها بسته شده بودن، جامعه مدنی میاد چارو میزنه، میفته به دامن مذهبی ها، بعد مذهبی ها میخوان همینا رو از بین میبرن. به قول آقای خمینی میگه هر چه بدبختی تو این کشور داریم از دانشگاه است. بله. بله، از دانشگاه است. از همون اولش ترتیب تکلیف خودشو با جامعه مدنی مشخص کرد، از همون اولش گفت که شما ها به درد نمیخورید. بله، بفرمایید. بله، بنابراین این مسئله که جامعه مدنی عین دانشگاه است و دانشگاه عین جامعه، یعنی ببخشید جامعه مدنی عین آموزش و پرورشه و آموزش و پرورش عین جامعه مدنی است، هر نوع سرکوب جامعه مدنی سرکوب آموزش و پرورشه. برای که یک مثلا حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی همواره به جمهوری اسلامی، اگه با چیزاش با اعوان انصارشون صحبت کنیم، میازن به اعداد عجیب و غریبی که خودشون استخراج کردن. ما در نانو تکنولوژی این کارو کردیم، در صنایع نظامی اون کارو کردیم، در کشاورزی این کارو کردیم، که همش هم اعداد ارقامشون پخته شده است، اعداد ارقام خام نیستن. ولی به طور کلی میشه اینو گفت که کسانی که با آموزش و پرورش مثلا فرض کنیم با فیزیک و شیمی و بیولوژی موافق مخالف نباشن، ولی با علوم انسانی مخالف باشن، با جامعه مدنی مخالف باشن، با چرخه آزاد قدرت به وسیله دانشگاهیان و فرهنگیان و تحصیل کرده و پیشگامان فکری و ورود اونها به با تالارهای قدرت و انتخابات آزاد مخالف باشن، در حقیقت این نمیتونه اون آموزش پرورشی که اینها دارن میخوان به قصد بقای خودشون یه بخشی از آموزش پرورش رو قوی میکنن که براشون موشک بسازن، سلاح بسازن و براشون نمیدونم واکسن بسازن و اتومبیل بسازن، اصلا کارگر ماهر بشن، مهندس بشن. بله بله بله، راه‌های بهتری بسازن، راه‌های سالم‌تری بسازن، نمیدونم خانه‌های مرغوب‌تری بسازن، محیط زیست رو پاکسازی بکنن. به طور کلی این یعنی اون بحثی که ما در ابتدا می‌کردیم که دموکراسی هویت آموزش و پرورشه و آموزش پرورش یک نظام سیاسی نیست، و این چیزی که دیکتاتورها میگن که نظام دموکراسی یک نوع نظام سیاسیه و ما هم یه نظام سیاسی داریم، بنابراین این دو تا نظام سیاسی میتونن با هم دیگه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. ما میتونیم اینو بگیم که تفاوت ماهوی دموکراسی با سیستم‌های سیاسی دیگه اینه که در سیستم دموکراسی یک نظام سیاسی تنها نیست، بلکه یک فرهنگ و شیوه و سنت اندیشیدنه که نشون داده که کشورهایی که سیستم‌های دیگه، نظام‌های سیاسی دیگه، چون این رابطه رو ندارن، یعنی سیستم سیاسیشون نحوه اندیشیدن و فرهنگشون رو نمایندگی نمی‌کنه، این تضاد همونجوری که شما گفتید در این دو تا در یه نقطه با هم دیگه تصادم پیدا می‌کنن و به انفجار اجتماعی یا انقلاب منتهی میشه. ولی اون چیزی که واقعا حیرت انگیزه اینه که چطور دیکتاتورها و مستبدین این درس رو یاد نمیگیرن که چیزی
آزادی در بطن آموزش و پرورش و آموزش و پرورش در بطن توانمندسازی جامعه اینا تعبیه شدن و تا زمانی که اینها از آزادی و آموزش آزاد احساس خطر میکنن همواره ضعیف باقی خواهند ماند و هرگز نمیتونن با قدرت‌های بزرگ دنیا مقابله بکنن، هرگز نمیتونن، اگرم تعلق خاطری به ایدئولوژی خودشون دارن اون ایدئولوژی رو نمیتونن توانمندسازی کنن و اون مجموعه تفکرات سیاسی ایدئولوژی که بهش تعلق خاطر دارن به خاطر این تضاد درونی که بین سیستم سیاسیشون، بین ایدئولوژیشون و دموکراسی که هویتش و هسته سختش آموزش پرورشه و آموزش پرورشی که بتونه افراد جامعه را اطلاع بده، چون با این مشکل دارن به این ناتوانمندسازی خودشون ادامه میدن و بقای نظام میشه پاشنه آشیلشون و در نهایت هم به وسیله همین حساسیتی که نسبت به بقای نظام دارن سرنگون خواهند شد. این هویت رو واقعا یعنی هویت دموکراتیک آموزش و پرورش رو ما نیاز داریم که بیشتر بازش کنیم، ببینیم که چرا این هویت دموکراتیک در درون آموزش و پرورش کشورهای دارای دموکراسی اینقدر دانشگاه‌های اینا رو پرقدرت کرده، صنایع اینا رو رقابتی کرده، مردم ایران اینا رو، اون حس آزادی که در درون افراد این جامعه وجود داره، اون چیزی که اینا میگن من هر چیزی که دلم بخواد در این جامعه میتونم بشم، هر رشته تحصیلی رو میتونم تغییر بکنم، تا هر درجه‌ای که دلم میخواد در این رشته تحصیلی میتونم اعتلاء پیدا بکنم و اگر در میون راه دلم خواست رئیس جمهور بشم هم میتونم، این راه برای من بازه. این نوع تفکر و این نوع نگرش به جهان هستی به نظر میرسه که واقعا اینم در توانمندسازی شهروندان این جوامع خیلی مهمه که آموزش پرورش اینا رو اینقدر مرغوب‌تر از آموزش پرورش کشورهای غیر دموکراتیک کرده و آموزش پرورش آزاد اینها هم تونسته واقعا نون قرض بده به بخشای دیگه جامعه، اقتصادشون رو توانمند بکنه، سیستم سیاسیشون رو قابلیت بازسازی همونطوری که شما گفتین دوامسازی بهش بده و مثلا آمریکا حدود 270 سالی که دموکراسی داره، اروپا بیشتر از 200 سالی که دموکراسی داره. این سیستم ها از این قدرتی که از آموزش پرورش خودشون دریافت میکنن تونستن واقعا این تداوم سازی و دوام سازی و سستینبلیتی خودشون رو تضمین بکنن و این مسئله بسیار مهمیه. کشورهای دیکتاتوری میان و میرن ولی کشورهای دموکراسی تونستن برای دو قرن یا بیشتر به حیات خودشون ادامه بدن و همشون هم جزو بهترین کشورها از نظر قابلیت فیزیکی زندگی مردم در دسترس دادن به خدمات اجتماعی، بهداشت، محیط زیست و درصد خوشحالی و ضریب خوشحالی مردم کشورها. چرا به نظر شما دیکتاتورهای دنیا این دو تا از این مقایسه بسیار ساده عاجزن و چرا با وسیله انجام این مقایسه و گردن نهادن به این مقایسه چرا کشورهای خودشون آزاد نمی‌کنن؟ خیلی سوال مهمیه، کاش بلد بودم من جواب بدم. اجازه بدید من سعی کنم. ببینید همونجوری که عرض کردم آموزش فقط مدرسه نیست، خارج از مدرسه اتفاق میفته. عرض کردم که در کشورهای جهان سوم متاسفانه خارج از مدرسه آموزشی داره اتفاق نمیفته، اگرم چیزی اتفاق میفته ضد آموزشه، همون پروپاگاندا و اعتقاد و از این حرفا. در کشورهای غربی برای مثلا مدرسه یکی از جاهای مهم آموزش احزاب سیاسی بودن. شما در جامعه‌ای که حزب سیاسی نداری و شهروندا رو میدونید همینجوری سیب زمینی فرض میکنی، خب نمیتونی پیش بری و دوام پذیری داشته باشی. یکی از ویژگی‌های کشورهای دموکراسی همین ایجاد احزاب به سازمان‌های سیاسی و از این حرف هست. این یک نکته. دوم، ببینید آموزش هم جامعه مدنی رو آموزش میده و هم جامعه سیاسی رو. ما یادتون باشه در کنار جامعه مدنی یه جامعه دیگری داریم به نام جامعه سیاسی. جامعه سیاسی جامعه قدرته، جامعه شرکت در قدرته، مثل یه حزب، مثل یه دولت. جامعه مدنی جامعه‌ای که تصادفاً در مقابل قدرت
در محدود کردن قدرت عمل میکنه، میخواد توازن ایجاد کنه بین این جامعه و اون جامعه. در جوامعی که دموکراتیک نیستن، متاسفانه جامعه سیاسی که در یک وضعیت بسته ایجاد شده، کنترل جامعه مدنی رو به دست میگیره، نمیذاره، نه فقط نمیذاره خودش رو تغییر بده، نمیذاره خود سیستم هم تغییر پیدا بکنه. یعنی دوگانه وابست، یعنی بسته کردن دوگانه داره، هم جامعه مدنی رو میبنده هم خودش رو میبنده که در اون چارچوب بتونه زندگی کنه، بمونه. و از اون مهمتر نکته دیگه، سوم شاید، ببین جوامع سیاسی، همه جوامع، اما جامعه سیاسی در کشورهای جهان سوم جامعه منافع است. در کشورهای جهان سوم منافع سیاسی و منافع اقتصادی تنگاتنگ با هم گره خورده. چرا یک آدمی که رئیس جمهور یا معاون یا وزیر نمیخواد ول کنه؟ چرا استعفا نمیده؟ چرا وقتی که بعد از وزارت میلیون ها دلار، میلیاردها دلار سرمایه به دست میاره؟ برای اینکه رابطه اقتصاد و سیاست در جوامع عقب مونده تنگاتنگه. دقیقاً به همین دلیل در این جوامع گردش سیاسی اتفاق نمیفته. یعنی چی؟ یعنی نخبه سیاسی وقتی کشور رو میگیره، نه فقط قدرت سیاسی رو میگیره که قدرت اقتصادی رو میگیره، از همه مهمتر منافع اقتصادی به وجود میاره برای خودش، در واقع وارد اون میدون میشه. و برای ما در امریکا، در کشورهای دموکراتیک، شما از قدرت به ثروت نمیرسی، از ثروت به قدرت میتونی برسی. در کشورهای عقب مونده درست عکس این گردشه، یعنی شما از قدرت به ثروت میرسی. یعنی اول باید بری رئیس جمهور بشی، وزیر بشی، بعد از اون اهرم‌های قدرت استفاده کنی، همه را سرکیسه کنی. و این کارم مرتب میکنن. و بنابراین در جواب سوال شما که چرا این دیکتاتورها رها نمیکنن، برای اینکه منافع دارن، از همه مهمتر، نه فقط منافع سیاسی دارن، منافع اقتصادی دارن. به این منافع اقتصادی برای اینکه تامین بشه، مجبورن کنترل‌های دیگری هم به وجود بیارن، کنترل روی فرهنگشون، روی فکرشون، روی چگونگی آموزششون. و همه جا بنابراین این کنترل مرتب نفوذ میکنه و جامعه رو هرچی بیشتر به طرف اعتقاد میبره تا علم، و بنابراین میبنده جامعه رو و در اون چارچوب بسته منافع خودش رو تامین میکنه. و دلیلی هم نداره، مگر اینکه تا جایی که یه انقلاب بشه دیگه. خوشبختانه این جوامع اینجوری با دوام نیستن. تاریخ هم نشون داده با دوام نیستن. من میگم خوشبختانه برای که واقعا خوشبختانه، اگه اینا با دوام بودن واویلا بود. اصلا واویلا بود. و با همین دلیلم این جوامع دیر یا زود نابود میشن. میگن دیر یا زود داره، ولی سخت و سوز این جریان نداره. و برای اینکه توی این حرکت تداوم وجود نداره، اصلا ضد تداومه این جریان. البته منظور شما این هست که جوامع نابود نمیشن، بلکه حکومت ها نابود میشن. نه، منظورم حکومت دیگه. بله. نه، منظورم جوامع و جوامع به حیات خودشون ادامه میدن. بله. و در جستجوی خوشبختی بالاخره اون فرمول طلایی خوشبختی رو پیدا میکنن، همونطوری که کشورهای دیگه پیدا کردن. و امیدواریم که کشور ما هم، مردم ما هم به زودی این فرمول طلایی رو پیدا کنن. و ما، هدف ما از یک همچین برنامه‌هایی تنها کمک به پیدا کردن اون کلید طلایی هست. ما معتقدیم که به خاطر نوع حرفه‌ای که شما و من داریم، معتقدیم که آموزش و پرورش قابلیت رهاسازی داره، قابلیت توانمندسازی داره، قابلیت آوردن دموکراسی داره و قابلیت دوامسازی دموکراسی داره و قابلیت اینی داره که جوامع بتونن با جوامع دیگه دنیا، هم خودشون جوامع خوشبختی داشته باشن، هم با همه جوامع خوشبخت دنیا از در رواسازی و تساهل و تسامح و دوستی و برادری و صلح بر بیان. امیدواریم که در این راه موفق باشیم و ما به این تلاش خودمون ادامه میدیم. من یک بار دیگه از شما تشکر میکنم پروفسور امیر احمدی عزیز برای بحث‌های بسیار بسیار واقعا روشنگرانه و اطلاع دهنده، و اینی که در آینده ما ادامه میدیم این بحث رو و بیشتر به جنبه‌های زیرین هویت دموکراتیک آموزش و پرورش و چگونه آموزش و پرورش میتونه هم دموکراسی بیاره، هم دموکراسی رو
حفاظت بکنه خواهیم پرداخت. با یک دنیا تشکر از شما، تا هفته آینده روز روزگار به همگی خوش.